اگر واقعا دارین با این درس ها تمرین میکنین، تو کامنت های سوالی چیزی مرتبط با اینا ازم بپرسین، ببینم که همه چی اوکیه، خوبین؟ حالتون خوبه؟ دارین تمرین میکنین؟ خیالم راحت باشه. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رضا نجرزاده هستم، اینجا کانال یوتیوب منه. آموزش تار و ستار رو از صفر شروع کردیم، داریم میایم بالا. امروز جلسه سوم برای ستاریم، صفحه 20 کتاب ذوالفنون، تمرین نوت ها روی سیم زرد. دقیقاً به همون شکلی که نوت های ر، می و فا رو انگشت گذاری کردیم روی سیم سفید توی صفحه 19 تو جلسه قبل، حالا با همون پردهایی که یاد گرفتیم، کجا ر باشه، کجا می باشه، کجا فا باشه، اگر بیام روی سیم زرد بخوایم همون پرده رو بگیریم، اسمشون میشه لا، سی و دو. دست بازمون که قبلا گفتم سل، اسمش سول، صداشو گوش کنیم، شخصیتش رو مزه مزه کنیم. از این سول اگه یه پله بیاییم بالا میرسیم به لا. با انگوش دوممون هم پرده که می رو گرفته بودیم پایین، اگه اینجا بگیریم صداشو قشنگ گوش کنیم، به سازتون گوش کنیم. سی و سعی کنیم بخونیم این صدا رو از درونتون بیاریم بیرون. اگه داری لا میزنه قشنگ بخونش، لا. بذار فضای اون اتاق که داری توش تمرین کنی سرشار از لا بشه زمانی که داری لا میزنی. سی، کاراکتر سی رو دریاب، خیلی خیلی گرایش داره که بره به سمت دو. و دو رو با انگوش سوممون از سیم زرد میزنیم. ببین دقیقا همون صدایی رو میده که دو از سیم پایین داشت میداد، دو. اینم هم داره همونو میگه، میبینیم. خب اینجا این نقطه‌ای که باید یاد بگیریم، از این نقطه به بعد تمام نقطه‌ای که رو سیم زرد داریم مشترکم با نوتایی که رو سیم سفید داریم. مثلا اولیش خود همین دو دست بازمونه، این دو دست باز و این فرکانسی که این شکلی میشه تولیدش کرد، از اینجا از سیم زردم با انگشت سوم یا گاهی بعدن دوم یا گاهی بعدن انگشت اول هم میشه تولیدش کرد، ولی فعلا تو این پوزیشنی که هستیم، تو این موقعیت سول دست باز لا با انگشت اول، سی با انگوش دوم، و با انگوش سوم همون اون پرده که رو سیم پایین فا میشد اینجا دوباره میشه دو. میدونیم که سول لا سی، دوباره میرسیم به دو. دو ر می فا سول لا سی، دو ر می فا سول لا سی. بریم یاد بگیریم اونا چجوری نوشته میشن، سول لا سی و دو. توی تمرین اول زیر پنج خط حامل یه نوتی میبینیم که دو تا از زیر خط اول اومده پایین، دو تا خط اومده پایین زیر اون خط دومیه. به اینا میگن خطوط اضافه یا تکمیلی. خطوط اضافه یا تکمیلی اینه که خارج از محدوده خطوط حامل به یه سری نوت ها اضافه میشن. دو تا خط تکمیلی یا دو تا خط اضافه داریم زیر پنج خط و زیرش یه نوته، این نوت سوله، سول دست باز، سیم زرد، سیم دوم ستار یا سیم زرد، همه اینا رو بهش میگن. بعدا یه بار یهو وسط کار یکم گیر رفتیم جلوتر، مثلا بهت میگم این جمله رو سیم زردت بزن، تو میدونی منظورم اینه. یا یه بار دیگه مثلا بهت میگم این جمله رو سیم دومت بزن، خب تو میدونی منظورم اینه. یا میگم فلان چیزو مثلا رو سیم سولت بزن، بازم میدونی منظورم اینه. همه اینا استفاده میشه. نوشته سول 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 سکوت. تو میزان دوم یه چیزی نوشته خیلی خیلی شبیه به این، باید قشنگ بری نزدیک نگاش کنی، دقت کنی. ببین دوباره دوتا خط داریم زیر پنج خط حامل، سول زیر این خط دومیه بود، حالا یه نوتی داریم که اومده روی این خط دومیه، نگاش کن. بالاش هم نوشته یک، وزیر اون یکی یه هلال کشیده. همیشه شماره انگشته که میبینیم روی بعضی از نوت‌ها وزیرشون یه هلال بود، میدونیم که اون نوت رو
و اون انگوش گذاری رو باید از سیم زرد بزنیم. این هم یه نشونه دیگه از اینکه باید رو سیم زرد باشیم. الان انگوش گذاری های روی سیم زرد زیرشون یه هلال داره. خلاصه ماجرا اینه، گیج نشد. لا، نوت لا رو اون شکلی می نویسن، خیلی شبیه سول اولش، برای حواستون باشه که قاطیش نکنین. پس میزان دوم لا 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 سکوت میره تو خط بعدی. میزان سوم دوباره نوشته سول 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 سکوت. میزان چهارم لا 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 سکوت سول لا سول سکوت. یه بار کاملش رو دوباره برات اجرا میکنم. ببین سول 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 سکوت لا 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 سکوت سول 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 سکوت لا 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 سکوت سول لا سول سکوت. دقیقاً شبیه اون تمرین اوله که تو صفحه قبل داشتیم، بازی با دو و ره. حالا میریم جلوتر، یه نکته جالب و کلا متوجه میشین توی این صفحه. تمرین بعدی دوباره کلید سول گذاشته و دوباره میزان نما گذاشته، میفهمیم که رفتیم تو تمرین بعدی. بچه میدین که ساز رو باید راحت راحت تو دستتون بگیرین، هیچ جایی تو بدنتون منقبض نکنین. من اینا رو از جلسه اول دوباره دارم تکرار میکنم، سفت نگیرین، راحت راحت دستتون شل، مضراباتون رو باز بزنین. وقتی که به سیم زرد دارین مضراب میزنین، بذاریم به اون دو تا سیم بالایی هم بخوره. اصلا خودتون رو محدود نکنین، سعی نکنین تک سیم فقط به اون سیم وسط بزنین. باز کن مضرابتو 180 درجه، بذار بره و بیاد. اوکی؟ بذار از کل دستت این انرژی پخش بشه. پر انرژی. قبل از ساز زدن هم حتما دستاتون رو با آب صابون بشورین، خیلی تاثیر میذاره. تمرین با دست تمیز خیلی خیلی تاثیرش بیشتر از اینه که دستتون کثیف یا چرب باشه. اوکی. محیط تمرینتون هم خلوت کنین، سعی کنین یه نور خوبی داشته باشه، ترجیحاً نور طبیعی آفتاب. تجربه ثابت کرده جای نشستنتون رو قشنگ فیکس کنین برای خودتون، یه جایی که خیلی راحتین. اگر رو کاناپه راحتی، اگر رو تختت راحتی، اگر رو زمین راحتی، یه جایی که تکیه بدی برای خودت درست بکنی. اگر سرپا راحتی، سرپا تمرین بکن، هر جوری که راحتی. بذار بازده یه تمرینت بیاد بالا. اتاق خودتو خوشگل کن، تمیز کن، خوشبو کن و با یه انرژی خیلی خوب تمرینتو شروع کن. لذت ببر از تک تک چیزایی که داری میزنی، لذت ببر. تمرین دوم میخواد سی رو بده که کجا نوشته میشه. خب دو میزن اولشو بلدیم، نوشته سول 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 سکوت لا لا سکوت. میزان سوم که رفته تو خط پایین حتما باید سی باشه دیگه. بعد سیه، ببین سی یه نوتیه که پنج تا خط آمرمون رو در نظر بگیرید، یه خط زیرشه. یادتونه برای دو همی هم که اتفاق پیش میمه، دو نوتی بود که میمه روی این خط دوم، روی این خط اضافه که زیر پنج خط آمله، سی زیرشه. همین تمام شد رفت. نگاش کن، یه پله از دو پایین تره، زیر اون خط تکمیلی است. نوت سی همونطور که رو ساز میبینیم، سی یه نوت قبل از دوه، یه فرکانس بمتره، یه پرده بمتره، باید یه پله پایین تر باشه تو خطوط عاملا. درسته؟ خب نوشته با انگوش دوم زیر دو هم بعده یه هلال کشیده، یعنی از سیم زرد. سی 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 سکوت. و در میزان چهارم که میزان آخره نوشته سول لا سول سکوت. یه بار کامل تمرین دو رو سریع میزنم، یه بار سرعتش هم میبرم بالا. سول 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 بم لا 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 بم سی 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 بم سول لا سول بم یا سکوت یا هر چیزی. بریم تمرین سوم. اولش میشه سول 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 بلدم، لا 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 بلدم، سی 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 اینم بلدم. برایش یه سری دو نوشته. دو این دوی که بهتون گفتم شفاهی،
همون جوری نوشته میشه که اون دور سیم دست باز نوشته میشد. گیج نشو، خواهش میکنم ازت گیج نشو. این دوی که اینجا میگیری همون صدای سیم پایینمون میده، همون جوری هم نوشته میشه. از کجا بعضی وقتا بفهمی که منظورش اینه یا منظورش اینه؟ ببین دو سیم دست باز پایین رو اسمش روشه دست باز، صفر می نویسن زیرش، نه یک نه دو نه سه، انگوش گذاری رو صفر یعنی دستت بازه، میفهمی که منظورمون اینه. ولی برای این دو همیشه باید با یه انگشت اینو بگیریم، یا با انگشت اول یا با انگشت دوم یا با انگشت سوم. و معمولا هم وقتی که یک دو یا سه می نویسن براش که با اون انگشته بگیریم، همیشه خدا زیرش هلال داره، چون قسم زرد دیگه مجبوریم زیر اون انگشت گذاری هلال بذاریم. بخاطر هم میفهمیم منظورش اینه، این دوه نیست. حالا میفهمیم که چرا اینجا یه دو باید داشته باشیم، چه کاربردی داره اصلا. بعضی وقتا حرکت ملودی که میخوایم بکنیم از این سیم به اون سیم پایین و برگردیم دوباره بیایم بالا و اینا، یه خود یه سری چیزا سخت میشه، مجبور میشیم از این استفاده بکنیم. بعد هم بهش میرسیم، خیلی زنتون رو درگیر نکنیم، مطمئنم که همه اینا براتون عادی میشه به زودی. پس نوشته دو 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 با انگشت سوم که زیرش هم هلال داره، میفهمی منظورش اینه. سعی بکنید که وقتی که با انگشت سومتون اینو میگیرین، این پرده رو میگیرین، با انگشت اول و دومتون شرایط لا و سی رو تغییر ندین، بذارین همونجوری بمونه، بذارین دستتون شکل بگیره، فرمش رو پیدا بکنه، شلش نکنین. اگه دیدین خیلی داره بهتون فشار میاد، مچتون رو میدونین که باید برین عقب تا انگشت سوم برسه، اینجوری کف دستتون رو نچسبونین پشت دسته. اینا رو تکرار میکنم که قشنگ مرکز ذهنتون بشه. مچتون رو بدین عقب، یه ذره انگشت اولتو شل کن، نمیخواد همه رو برداری که این برسه. تو میزان آخرم دوباره سول لا سول، یه بار کامل میزنم تمرین سومو. سول لا سول. اون نکته جالبی که بهت گفتم آخرش میفهمی اینه که کل اتفاقاتی که تو صفحه 19 افتاد رو سیم سفید، این همه اونا کپی پیست شد اومد رو سیم زرد. همه اون اتفاقا، روند تمرین، روند جریان و ملودی و هر چیز دیگه اومد رو سیم زرد اتفاق افتاد، همین تمام شد. رو خیلی ساده بود، یعنی فقط آشنایی با نوت سول لا و سی رو ما تو این جلسه داشتیم و طرز نوشتنشون. اگر دارید تمرین میکنیم، یه سوالاتی مرتبط با اینا بپرس از من، به من بگین که داریم واقعا تمرین میکنیم یا نه، من باید یه انگیزه داشته باشم که با کیفیت بتونم این برنامه رو ادامه بدم. احتیاج دارم، دوست دارم که ببینم داریم کار میکنیم. و لایک هم که میدارم یادتون نمیره. مراقب خودتون باشین، فعلا خدا نگهدار.